الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه دانشجویان عزیز. امیدوار هستم هر جایی که هستین در پناه خداوند منان باشین. چیز زیباست که امروز در جلسه بعدی در ادامه بحث های پروژه مدیریت پروژه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز، همانطور که ما در جلسات قبلی صحبت کردیم روی برنامه های متعدد و ساختارهای متعدد مدیریت پروژه، امروز هم باز هم در خدمت شما با ویدیوی دیگر هستیم. دوستان عزیز، باز هم اشاره میکنم که شما اگر بخواین که ویدیوهای جدید گوش بدین و آموزش ببینین، شما نیاز دارین که ویدیوهای قبلی را چکنین، یک بار یک سری بزنین تا مفاهیم و موضوعاتی که در ویدیوهای قبلی بودن اونها را یاد بگیرین تا بتونین ویدیوهای جدید چکنین آموزش ببینین. میتونیم که یک مرور گذرا به درس قبلی بکنیم، یک نشانه شناسی بکنیم تا چه مفاهیم ما چی کردیم ارزیابی کردیم. دوستان، در دانش حوزه های مدیریتی ما انواع مدیریت داشتیم که از مدیریت کیفیت گرفته تا مدیریت پروژه و زمان ما بحث کردیم به مرور به تیتروار. اما امروز ما در ادامه بحث دانش حوزه مدیریت ما کارهای خود چی میکنیم؟ ادامه میتیم تا بتانیم بر اساس از ما ساختارهای دانش حوزه مدیریت بیشتر چی کنیم؟ باز بکنیم. چیزی که بسیار مؤثر است دوستان، شما باید مفاهیمی که در حوزه یا در ساختار مدیریت پروژه هست، شما به عنوان یک دانش، علم و فن و هنر یا یک تکنیک مورد نظر داشته باشین تا اینها بتواند یا باستاب اینها بتواند شما را در پروژه ها یا مدیریت پروژه شما را چکنه کمک بکنه، که یکی از اصل های اساسی در ساختار مدیریت چیست؟ پروژه هست. دوستان عزیز، در ادامه بحث های قبلی که ما روی مدیریت بجت یا بودجه صحبت کردیم، ما در اینجا روی مدیریت منابع بشری پروژه صحبت میکنیم که یکی از عنصرهای بسیار کلیدی در ساختار پروژه هست. شامل پلانگذاری سازمانی یا تشکیلاتی جذب نیروی انسانی مؤثر هست. دوستان، شما اگر بخواین که یک پروژه را به صورت موفق‌آمیز تکمیل بکنین، شما نیاز دارین که نیروهای متخصص، نیروهای تکنیکی، نیروهایی که در ساختار پروژه نقش های کلیدی رو میتونه بازی بکنه تا بتونه به هدف پروژه ما رو نزدیک بکنه، اینها رو ما چی داریم؟ نیاز داریم. خب، در مدیریت منابع بشری ما کوشش میکنیم که نیروهایی که نظر به ساختار پروژه نیاز داریم، ما اینها رو چی میکنیم؟ جذب چی میکنیم؟ پروژه خود میکنیم. به فرض مثال، معمولا ما با پروژه های IT سر و کار داریم، ما پروژه های سافت‌ویر انجینیر در بخش سافت‌ویر و دیتابیس نیاز داریم. در این بخش ها معمولا نیروهای مؤثر کم پیدا میشن، به خاطر اینکه ما بتونیم نیروهای خوب در جایگاه خودش قرار بدیم، ما نیاز داریم که اینها رو یک فیلتر بکنیم. یعنی به فرض مثال، شما یک تیم بسیار متخصص در بخش گزارش نویسی نیاز دارین، یا یک فرد متخصص شما نیاز دارین در بخش برنامه نویسی، یا یک فرد متخصص نیاز دارین در بخش به فرض مثال پروگرامینگ، یا در بخش در واقع تستینگ یا آزمایش یا اپلای خود پروژه یا مینتیننس، شما به اینها نیاز دارین. دوستا، وقتی شما اگر این نیروی مؤثر در مدیریت منابع بشری خود شما ایجاد نکنین، نمیتونین که پروژه رو به صورت موفق‌آمیز چکنین تکمیل بکنین، که یک اصل اساسی در مدیریت پروژه هست. شما منهایی که در کیفیت کار اینها، درجه تحصیلشان، دانششان نقش دارن، شما میتونین که باز تجربه اینها که در پروژه های قبلی مشابه کار کرده باشن از اینها نمونه گیری بکنین تا بتونین در نقاط بسیار اساس و کلیدی پروژه اینها رو چکنین جا بدین. دوستان، اگر منابع بشری درست و لازم در پروژه وجود نداشته باشه، مطمئنن که ما در تکمیل پروژه یا ساخت پروژه دچار چالش میشیم، که متاسفانه در اکثریت پروژه های سافت‌ویر که اینها دچار ریسک و خطر کلان میشه، یک از چالش هایشان امین مدیریت نبود مدیریت درست منابع بشری هست، که اینها رو شما در تیتر کار خود، در برنامه های پروژه مدیریتی خود قرار بده. این افراد که ها هستند دوستان، ما باید بشناسیم افرادی که در بخش نیروی منابع یا در منابع بشری ما فعالیت میکنه یا کار میکنه، یا ما با اینا نیاز داریم که اینا رو استخدام بکنیم. اینها معمولا حمایت کنندگان مالی پروژه هستند در بخش منابع بشری، که چه کسایی هستند که پروژه را از لحاظ منابع مالی حمایت میکنه، یا سهامداران پروژه هستند که چه کسا سهم دارند در خود پروژه. به فرض مثال، ما یک پروژه بخش سکیوریتی در کابل میگیریم که بتونیم توسط کامره های داینامیک اینتلیجنت بتونیم چیکنیم ساحه امنیتی شهر کابل تحت پوشش امنیتی قرار بدیم. در اینجا دوستا، ممکن است کمپانی که خود کامره دیجیتال تولید میکنه یا کامره های سکیوریتی هوشمند تولید میکنه، اینها میتونه سهم داشته باشه، میتونه کسانی که پروژه رو پیاده سازی میکنه میتونه اینها سهم داشته باشن. پس ما سهامداران در پروژه معمولا در تیتر کارهای خود چی میکنیم؟ قرار میدیم. ممکن است شریکان پروژه باشه، کسانی که در پروژه شریک هستن. ممکن است پروژه $100,000 قیمت چی باشه، بجت داشته باشن،
5 نفر یا 10 نفر میخواین روی از پروژه چیکونن کار بکنن، اینها چستن شریکان پروژه است، دست اندرکاران پروژه و مشتریان پروژه. اینها معمولا افرادی هستند که در پروژه نقش دارن و مینهای از یک بخش اساسی که ما نیاز داریم اینها نیروی متخصصی است که ما در ساختار پروژه اینها رو چی میکنیم استفاده میکنیم تا پروژه رو به شکل موفقانه چیکونه تکمیل بکنه. خب یک مثال نمونهش اینجاست که ما اگر که در اینجا ویدیو ثبت میکنیم، اگر نیروی مؤثر یا افراد متخصص در ثبت ویدیو یا کامرا نداشته باشیم مطمئنن که پروژه ما ناموفق است. یک مثال ساده شه میسه. پس ما نیاز داریم که از افراد متخصص در بخش کامرامن یا ویدیو ادیتینگ یا در هر بخش دیگرشان ما نیروهای بسیار لایق چیکونیم استخدام بکنیم تا پروژه چی شون تکمیل شون. پس خلاصه مدیریت منابع بشری این است دوستا که ما افراد متخصص با مهارت فوق‌العاده با تجربه عالی در بخش‌های مشخص پروژه که نیاز هست ما چی کنیم استخدام بکنیم. دوستا در بخش مدیریت زمانش ما نفرای متخصص نیاز داریم، در بخش بجتینگ یا استیمیت خود پروژه ما به نیروی متخصص لازم داریم و در بخش‌های دیگری که در ما روی پروژه چی میکنیم کار میکنیم. دوستایی بود مدیریت منابع بشری. نقطه بعدی که در حوزه‌های مدیریتی ما نیاز داریم مدیریت ارتباطات پروژه هست دوستا، چون امروز عصر ارتباطات هست، چه در فضای مجازی چه در فضای فیزیکی انواع ارتباطات وجود داره، ولیکن چیزی که در اصل در ساختار پروژه مهم هست مطرح میشه، ما میخوایم اینها رو چیکنیم باز بکنیم. این مدیریت ارتباطات پروژه در واقع چی هست؟ در برگرینده فرآیندهای لازم جهت انتخاب چگونگی و نوعیت ارتباط است در سطح داخلی و خارجی بین نیروهای مؤثر. دوستا ارتباطات اینطور نیست که تنها ما در سطح کلان یا در برد خارجی خود ما یک ارتباطات مؤثر چی کنیم ایجاد بکنیم. ما منهایی که در روابط خارجی خود ارتباط مؤثر نیاز داریم، ما در ساختار داخلی هم در بین نیروهای منابع بشری خود ما نیاز داریم که ارتباطات مؤثر چی شون واقع شون. این ارتباطات یا رفتار سازمانی که در خود مدیریت ارتباط قرار میگیرن باید اینها به صورت درستش عملیاتی شوند، یعنی در سطح حرف و کلام باقی نمانند در مدیریت ارتباطات. خب پس از اینجا میشه که وقتی مدیریت از تاپ منیجمنت تا لو لول منیجمنت حرکت میکنه، در این حوزه ها ما چی داریم؟ در این حوزه ها ما مدیریت ارتباطات به صورت درستش پیاده سازی میکنیم تا همه افرادی که در سطح یک پروژه کار میکنن اینها بتونن چیکونن ارتباطات مؤثر خود را در سطح پروژه بین نیروهای لازم چیکونن ایجاد بکنن. به فرض مثال بتونه تاپ لول منیجر با لول منیجر با یک شکل درست و منطقی و با اصول چیکونن ارتباط مؤثر برقرار بکنه، یا به فرض مثال دونر پروژه با مدیر پروژه بتونه چیکونه ارتباط مؤثر چیکونه ایجاد بکنه. از این لحاظ ما میگیم مدیریت ارتباطات در پروژه یک از بحث های بسیار کلیدی و استراتژیک هست که افرادی که در سطح مدیریت قرار میگیره اینها باید بالخصوص بتونه که چیکونه مدیریت ارتباطات با صورت علمی و فنی و تکنیکی پیاده بکنه تا نیروهایی که در سطح پروژه کار میکنه دچار سوء فهم در بعض موضوعاتی که در ساختار پروژه وجود دارن اینها نشوند، همه چه شفاف در یک ارتباط مؤثر و مثبت چه شوند قرار بگیرند. از این لحاظ میگه که مدیریت ارتباطات در پروژه یک اصل اساسی است و بحث مدیریت ارتباطات پروژه یک بحث خیلی کلان هست دوستان که در اینجا ما فقط تیتروار اشاره میکنیم، چون روی دانش حوزه های مدیریتی صحبت میکنیم که انشاءالله اگر فرصت ما باقی مان میتونیم که این مفاهیم رو بیشتر باز بکنیم تا بریم که مدیریت ارتباطات به چه شکل صورت میگیره. بحث دوم دوستا در اینجا مدیریت خطر پروژه هست که اینها هم در دانش حوزه های مدیریتی شکل میگیرن. در برگرینده فرآیند های لازم جهت پیش بینی تهدید ممکن در طول اجرای پروژه است. دوستا وقتی که ما پیش بینی میکنیم که چه چالش ها چه خطرها در سطح مدیریت پروژه به وجود میان، این را در واقع امان مدیریت خطر پروژه میگه. هر پروژه در واقع در جهت تکمیل خود ما که از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنیم خطرات چالش ها و یا ریسک ها به وجود میاد. پس پیش بینی از اینها مدیریت اینها برای مدیریت خطر پروژه یا در ساختار پروژه بسیار یک اصل اساسی هست که مدیران پروژه یا افراد ذی‌نفع یا ذی‌دخل در خود پروژه بتونه از اینها رو پیش بینی بکنه و پیش از پیش این چالش ها را یا ریسکی که وجود داره در پروژه اینها رو کاهش بده. اینطور نیست دوستا که هیچ پروژه بی ریسک نیست، هیچ پروژه بی خطر نیست، خصوصا در بحث پروژه های سافت ویر.
چون شما شاگردان بخش دیتابیس هستین، شما معمولا وقتی که از اینجا خلاص میشین میرین به کمپانی های کلان یا وزارت خانه میرین، پروژه ها رو میگیرین، دیتابیس ها رو میخواین تنظیم بکنین. شما نیاز دارین که پیش از پیش شما پروژه رو که میگیرین یا میخواین که تنظیم بکنین یا اجرا بکنین، شما نیاز دارین که رابطه با ریسکی پروژه ها هم فکر بکنین. به فرض مثال شما یک سافتور تنظیم میکنین، سایکلی رو که شما سپری میکنین که از نقطه A به B برسین که یک سافتور تکمیل بکنین، در واقع در هر بخش از ریسک وجود داره. دوستا وقتی که شما ممکن است ریکوایرمنت جمع‌آوری میکنین، میرین در نقطه‌ای که برنامه‌نویسی بکنین، از نقطه ریکوایرمنت تا برنامه‌نویسی یک مدت زمان چی میشه؟ سپری میشه. و بعد اگر ریکوایرمنت درست جمع‌بندی نشده باشه، شما به مرحله برنامه‌نویسی برسین. بعد در اینجا یک چالش به وجود میاد. چالش چیست؟ ممکن است مدیریت بجت شما درست تنظیم نتونین، مدیریت زمان تنظیم نتونین که باعث چالش‌های بزرگ در سطح پروژه میشه. از لحاظ مدیریت خطر پروژه به عنوان یک اصل اساسی برای مدیران پروژه چی میشه؟ مطرح میشه که اینها پیش از پیش باید چی کنن؟ خطرات یا ریسکایی که در سطح پروژه شکل میگیره اینها را پیش بینی بکنه، برای راهکاری که اینها را بتونه حل بکنه اینها پیش از پیش طرحهای خود را میریزه که چالش ها بیش از حد نشوند. دوستا باز هم مثال میزنم که در هر پروژه چالش و ریسک وجود دارن. هیچ پروژه 100% بدون ریسک نیست. ما باید ریسک‌ها، چالش‌ها و خطرات در سطح پروژه پیش از پیش پیش‌بینی بکنیم. ممکن است در سطح بودجه، ممکن است در سطح زمان، ممکن است در سطح ساختارهای مدیریتی پروژه ما با اینها چی داریم؟ سر و کار داریم. اگر اینها رو با شناسایی بکنیم، به خاطر که ما بتونیم از تهدیداتی که در سطح بودجه شکل می‌گیره یا زمان شکل می‌گیره، ما میتونیم که اینها رو چه کنیم؟ به صورت درستش مدیریت بکنیم و کنترل اینها برای ما چیست؟ مؤثر واقع میشه. دوستان عزیز، مدیریت تدارکات پروژه یک بحث دیگری هستن که در ادامه ما ادامه میتیم. در برگزاری فرآیندهای لازم جهت تشخیص و انتخاب منابع تامین کننده مواد و لوازمی که در سطح پروژه چیست وجود داره. دوستان در بخش تدارکات ما هم همین تو پلان گذاری لازم داریم که بتونیم پروژه خود را به شکل موفق‌آمیز چه کنیم؟ تکمیل بکنیم. دوستان مدیریت تدارکات پروژه در برگزاری امو پروسه لازمی هست که ما جهت نیازمندی هایی که در سطح پروژه وجود داره از لحاظ منابع مالی مادی یا در واقع هر چیزی لازم است لحاظ تدارکاتی، ما اینها را میسنجیم و به منابع مربوطهشان ما یا در مرجع مربوطهشان مواد لازم چی میکنیم؟ میفرستیم تا پروژه دوچار چالش نشود. یعنی ما بتونیم از همه لحاظ، چه از لحاظ خوراک است، چه از لحاظ پوشاک است، چه از لحاظ مواد لازمی که در سطح پروژه کار میشه، چه از لحاظ مفاهیمی که در سطح پروژه در سطح تدارکات تحلیل میشه، اینها رو ما چی کنیم؟ از لحاظ تدارکاتی به صورت درستش مدیریت بکنیم که تا بودجه که به پروژه اختصاص داده شده زیاد مصرف نشوم، و اگر بودجه بیشتر مصرف میشه در سطح تدارکات پروژه ما دوچار چی میشیم؟ چالش میشیم. از این لحاظ هست که ما مدیریت تدارکات در سطح دانش حوزه مدیریتی بسیار یک بحث چی میکنیم؟ تکنیکی میکنیم. دوستان ما همینطور حساب به پایان این ویدیو میرسیم. من جنبندی خود دانش حوزه های مدیریتی رو میکنم که مدیریت منابع بشری پروژه رو ما به دقت صحبت کردیم که نیروهای لازم در جهت تحقق پروژه و رسیدن به اهداف پروژه ما نیاز داشتیم. مدیریت ارتباطات پروژه بودن که ما چگونه در سطح داخلی پروژه و هم در سطح بیرون خارجی پروژه ما میتونیم روابط بسیار مثبت و درست و تاثیرگذار ایجاد بکنیم تا بتونیم پروژه به صورت درست و موفق‌آمیز شود، تکمیل شود. مدیریت خطر پروژه بود که ریسک‌ها و چالش‌ها را پیش از پیش ما پیش بینی بکنیم، نوت پوینت بکنیم و آماده این چالش‌ها و خطرات همیش باشیم تا پروژه ما به صورت درست شود، موفق شود. اگر چالش ها و خطرات ما شناسایی نکنیم، ممکن است در یک زمان ما دچار یک بحران در سطح پروژه شویم، باز نتونیم زمان چالش ها رو چیکنیم؟ به صورت درستش مدیریت بکنیم. و نقطه بعدی مدیریت تدارکات پروژه بود که از لحاظ تدارکاتی تمام مواد لازمی که در سطح یک پروژه لازم هست ما با او نیاز داریم، اینها رو چیکنیم؟ جمع‌بندی بکنیم و در ساختار پروژه قرار بدیم تا کارمندانی که یا افراد ذی‌نفع یا ذی‌دخل که در پروژه کار میکنند دچار کمبودی از لحاظ تدارکاتی نشوند. دوستان عزیز، ویدیوی امروز را در اینجا به پایان میرسانیم. شما را به خداوند منان میسپاریم. با ویدیوی دیگر انشاءالله در خدمت شما خواهد بودیم. خدا نگهدار.